ده سوالی که علم قادر به پاسخ آن نمی باشد. با پیشرفت روزافزون علم و در نتیجه تکنولوژی هر روز شاهد دستاوردهای تازه‌ای هستیم و پاسخ سوالات بیشتری رو پیدا می‌کنیم. اما سوال اینه که آیا ما قادریم به همه سوالات جواب بدیم؟ این روزا سفر به سیاره‌های دیگه مثل سفرهای معمولیه، اما باید بدونین که بعضی از سوالا و حقیقت‌هایی هستن که کسی تا حالا نتونسته براشون دلیلی پیدا کنه. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشین. همراهان تکسون تیوی سلام. به یکی دیگه از سفرهای هیجان انگیز با ما خوش اومدین. قبل از هر چیز ازتون میخواییم لطفاً کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو روشن کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای جذاب و علمی تکسون رو میبینه. خب بریم سراغ حقیقتهایی که هنوز دلیلی ندارن. مثلث برمودا. حتما با مثلث برمودا آشنا هستیم. مثلث برمودا یکی از معروفترین اسرار سیاره ماست. بخشی از اقیانوس اطلس شمالی وجود داره که با سواحل تپه فلوریدا، برمودا و آنتیل بزرگ مشخص شده که بیش از 50 کشتی و 20 هواپیما به طرز مرموزی بدون هیچ اثری ناپدید شدن. جالبه که بدونین تیم‌های نجات هم با اعزام به اون منطقه از بین رفتن. زمزمه طبیعت در بسیاری از نقاط دنیا شنیده میشه. این صدا اغلب در محیط‌های ساکت به گوش میرسه و شبیه صدای موتوریه که از فاصله دور میاد و بیشتر در ایالات متحده، انگلستان و کشورهای شمال اروپا رخ میده. بلندترین زمزمه‌ای که تاکنون شنیده شده از شهر کوچیک تاوس بوده و تا به امروز هیچ کس علت این صدای زوزمانند رو کشف نکرده. شهر گمشده آتلانتیز و مکان نامعلوم آن. شهر آتلانتیز یکی از بزرگترین رازهاییه که تا حالا کسی قادر نبوده براش جوابی پیدا کنه. نه تنها جوابی پیدا نشده، بلکه در مورد وجود این شهر هم ابهاماتی وجود داره. بعضیا معتقدن که این شهر واقعا وجود داشته و در اقیانوس‌ها غرق شده، اما برخی دیگه معتقدن که افسانه‌ای بیش نیست. مرد لاونتا در مکزیک. بر اساس کاوش‌های باستان‌شناسی در لاونتای مکزیک 17 سر بزرگ پیدا شده و سوالات زیادی درباره اونا وجود داره. یکی از مهمترین این سوال‌ها نحوه ساخت این ابر مجسمه هاست و اینکه چرا همچین چیزی رو ساختن. قلعه‌های شیشه‌ای اروپا. در اروپا و مخصوصاً اسکاتلند قلعه‌هایی وجود داره که دیوارهاش با سنگ‌هایی ساخته شده که حباب‌های شیشه‌ای داخل این سنگ‌ها وجود داره. دانشمندان نمی‌دونن که آیا حباب‌های شیشه‌ای به طور طبیعی ایجاد شده یا اینکه انسان در ساختنشون دخالت داشته. فیلوپاتری زایمان. برخی از حیوانات با دقت خیره‌کننده‌ای به مکان‌های تولدشون برای جفت‌گیری مهاجرت می‌کنن. روشی که به فیلوپاتری زایمان معروفه. اما چگونه اونا پس از ماه‌ها یا سال‌ها دوری به اونجا میرسن؟ یه احتمال اینه که برخی از حیوانات مهاجر با سنجش تغییرات در میدان ژئومغناطیسی زمین حرکت میکنن، اما به طور قطعی اثبات نشده و نظریه دیگه‌ای مثل حرکت به دنبال بو هم میتونه این نظریه رو رد کنه. خواب کم باعث ضعف حافظه در کوتاه مدت میشه و خطر ابتلا به چندین بیماری جدی رو در طولانی مدت افزایش میده، در حالی که کمبود خواب کامل کشنده است. اما هنوز چیزهای زیادی در مورد خواب ناشناخته و بدون جواب مونده. در حال حاضر یه پاسخ قطعی به این سوال نداریم که چرا اصلا میخوابیم. رویا، چرا میخوابیم؟ شاید در ابتدا پاسخ به این سوال پیچیده به نظر برسه، ولی پاسخ به سوال چرا خواب میبینیم پیچیده تره. یه نظریه برای پاسخ به این سوال وجود داره که میگه رویا به ما کمک میکنه تا بتونیم برای مشکلات زندگیمون راه حل پیدا کنیم و اونها رو سازماندهی کنیم. اما هیچ مدرکی برای اثبات این نظریه وجود نداره. ممکنه بعضی از رویاهای ما جدی به نظر برسن، اما شاید هیچ هدفی پشت این خوابها نباشه. خنده. جالبه که بدونید خنده یه رفتار منحصر به فرد انسانی نیست. به عنوان مثال بسیاری از حیوانات اجتماعی مانند دلفین‌ها صداهای خاصی رو در ارتباط با بازی تولید می‌کنن که به خنده تشبیه شدن. ممکن انسان‌ها پس از تقسیم تکاملی با سایر گونه‌های جانوری کاربردهای متفاوتی برای خندیدن پیدا کرده باشن. با این وجود دلیل این رفتار هنوز برای دانشمندان به درستی مشخص نیست.
گریه. گاهی اوقات در حال تماشای یه فیلم غم انگیز گریه میکنیم. گاهی اونقدر خوشحالیم که گریه میکنیم. اما به نظر علم گریه در پاسخ به احساسات شدید به نظر نمیرسه یه رفتار مفید باشه و ممکنه هدف بیولوژیکی نداشته باشه. چیزی که تا حالا ثابت شده اینه که همه اشک‌ها برابر نیستن. خب یعنی چی؟ باید بدونید که ترکیب شیمیایی اشک تولید شده هنگام گریه که اشک روانی نامیده میشه با ترکیب اشک چربی و کمک به دفع اجسام خارجی از چشم کمی متفاوته. به همین علت بعضی ها نظریه ای رو مطرح میکنن که ترکیب شیمیایی اشکهای روانی فرد رو از نظر احساسی بهبود میبخشه. خب نظر شما چیه؟ شما دلیل این اتفاقهای مبهم رو چی میدونید؟ لطفا نظراتتون رو برای ما کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون معرفی کنین. ممنون که با ما همراه بودین.